قهره روم و بغداد قسمت اول از سمفونی بتهوون تا رقص مجار و ترانه کاکوله این زبان دل افسردگان است نه زبان پی نام خیزان گوی در دل نگیرد کسش هیچ ما که در این جهانیم سوزان حرف خود را بگیریم دنبال از افسانه نیما یوشیج خانم ها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز سلام بر شما سلامی پر از گرما و امید اونچه در این ویدئو می شنوید به یک موضوع واحد اشاره نمی کند مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را در می نوردد و دم به دم حالی به حالی می شود در هم و بر هم پیچیده از هم پاشیده و همراه با استعاره است مطالب پراکنده است و به هم ربط ندارد تنها ممکن است یادآور این یا اون خاطره و سرگذشت باشد همین و بس آندری تارکوفسکی در فیلم سینمایی نوستالژیا داستان انسان رنجیده‌ای را به تصویر می‌کشد که تمام زندگیش را به گذراندن یک شمع روشن از درون یک گنداب سپری می‌کند و همه‌اش دلنگران این است که مبادا شمع خاموش شود. در مبارزه با خودکامگی و مناسبات ظلمانی دغدغه ما نیز باید گذراندن شمع روشن وجودمون از میان تاریکی باشد کدام تاریکی؟ ابتذال حقیری که گاه همه جا را فرا می گیرد و صغیر و کبیر را تابع تعادل قوا کرده به رکوع و سجود و مدح و ثنا می کشاند هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد. هیچ لحظه ای از زندگی آدم هم فقط اون لحظه نیست.
تمام تاریخی که پشت سر اوس او را می سازد و اون آدم هم در لحظه معین چیز معینی است. این فقط در مورد یک شخص نیست، در مورد یک گروه و سازمان هم صادق است و بسیار پیچیده تر و متنوع تر. به یاد آموزگار فرزانه شاهرخ مسکوب. زندگی آدمی پایان میپذیرد، اما هنر او جاودانه باقی میماند. گویی اصل بقای انرژی در این مورد نیز صادق است. در صور گوناگونی که انرژی به خود میپذیرد، از پشت پرده اصلی همچون پری روی نهفته‌ای هر لحظه به جلوه نو نقاب برگرفته و به صورتی دیگر چهره نما می گردد. واقعیات تاریخ پذیرای تفسیر عینی نیست. اگر کوهی از زاویه‌های دید مختلف به شکل‌های متفاوت نمودار می شود، این بدون معنا نیست که کوه از لحاظ عینی اصلا فاقد شکل است یا شکل‌های نامحدودی دارد. چون تفسیر در تحقق واقعیات تاریخ نقش ضروری بازی می‌کند و چون تفسیر هیچ موجودی دارای عینیت کامل نیست، این دلیل نمی‌شود که بگوییم صحت و اعتبار همه تفسیرها به یک اندازه است و اصولاً واقعیات تاریخ پذیرای تفسیر عینی نیست. تاریخ چیست؟ نوشته ادوارد هالت کار. سرنوشت اونگونه که به در میکوبد. بیش از دو قرن پیش بین سالهای 1804 تا 1808 سمفونی شماره 5 بتهوون نوشته شد. این اثر به ویژه موومان نخست اون از قوی ترین قطعات موسیقی کلاسیک به شمار می رود. موومان به معنای بخش کاملی از یک اثر بزرگتر موسیقی است که خود آغاز و انجام می دارد. در سمفونی پنجم موومان ها دارای یک مضمون واحد در چهار لحن متفاوت است. در واقع چهار قسمت اون با هم وحدت کلی دارند. سمفونی پنجم در میان نه سمفونی بتهوون بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. اهل موسیقی گفتن از نظر آهنگسازی فرم اون کلاسیک و لحن اون رمانتیک است. بر این اساس سمفونی پنجم را یک اثر کلاسیک رمانتیک میشناسند. بتهوون خودش نام یا تفسیری از سمفونی پنجم نداشته است. البته گفته می شود در جواب دوست خود آنتون شیندلر که منظورش از سه ضربه کوتاه و یک ضربه بلند در این اثر چیست، گفته است: سرنوشت اونگونه که به در میکوبد. بتهوون برای خلق چهار نوت آغازین سمفونیش از اشعار یونان باستان و ترانه ها و سمفونی های زمان انقلاب فرانسه الهام گرفته است. در جنگ جهانی دوم نازی ها و متفقین هر دو در تبلیغات خیش سمفونی پنجم را توی بوق گذاشتن. نازی ها پخش کردن سمفونی های بتهوون نماد موسیقایی پیشوا هیتلر است.
از همین رو از بتوون نیز نردبان ساختند، به خصوص که وی آلمانی بود. او برای اون کشور نماد آزادی فردی هم هست در سمفونی نهم و حتی نماد ایستادگی مقابل ناپلئون و هر نوع زورگویی سمفونی سوم. سال 1941 رادیوی سراسری آلمان به مناسبت تولد هیتلر سمفونی پنجم را نیز بارها و بارها پخش کرد. برای متفقین هم سمفونی پنجم بتهوون جاذبه داشت و عنوان شد چهار نوت نخست اون دعوت به عمل و پیروزی می کند. این همون چیزی بود که در زمان جنگ غالب و مغلوب به اون نیاز داشتن، به ویژه که در الفبای مورس حرف وی که نماد پیروزی است از سه نقطه و یک خط تیره تشکیل شده و وقت مورس زدن صدایی شبیه چهار نوت آغازین سمفونی پنجم تولید می کرد. این سه نوت کوتاه و یکی بلند برای بسیاری از مردم شناسنامه بتهوون است. بوسه از آمیزش زیباتر است. حدود 3500 سال پیش در متون مذهبی هندوها به بوسه اشاره شده و اینکه با امر متعالی در رابطه است و مقامی برتر از آمیزش دارد. چه بسا این پندار واقعی باشد که از قدیم و ندیم وقتی شماری از زنان به دلیل فقر تنخیش را مجبور می شدن عرضه کنند لزوماً نمی بوسیدند. انگار بوسه با جان آدمی هم نشین است و تنها چرخش و گردش لبها نیست، بلکه نوعی یکی شدن است. از همین رو شاید غالباً چشمان خود را می بندیم. این هم نوازی جان و لب را می توان در تابلوی بوسه از گوستاو کلیمت نقاش نمادگرای اتریشی نیز دید. در نقاشی مزبور که همکنون در وین نگهداری می شود مردی خم شده تا زن را در حالی که روی بستری از گل زانو زده ببوسد. لباس زرندوز مرد از اشکالی سیاه و سفید و مستطیلی شکل تشکیل شده در حالی که لباس زن با گلهای رنگ و رنگ نقطه چین شده است. زن اگرچه ناز کرده و صورتش را چرخانده است، اما در این حال دوست دارد مثل هر زنی دوست داشته شود و بعد او را ببوسند تا درون غرق گردد، برخلاف مرد که بیشتر دوست دارد و در اشتیاق بوسیدن است. گرد و غبار همیشه بیرون ما نیست. طالب هر چیز ایار رشید، جز همون چیزی که میخواهد ندید. گرد و غبار همیشه بیرون ما نیست، در درون ما هم هست که با غرض و مرض رخ می نماید و چشم جانمون را قیچ و لوچ کرده به امتناع انصاف و واقع بینی دوچار می کند. گاه توان دیدن چیزی غیر اون چه خودمون می خواهیم ببینیم را نداریم. چیزی را می بینیم و با عینکی می بینیم که دوست داریم ببینیم. سپس تمایلاتمون را به نام حقیقت روی اون می چسبانیم. راست می گوید ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه. تعصب چشم‌های بینا را کور و گوش‌های شنوا را کر می‌کند. حساب مردم ستم دیده از حکام جور جداست.
حساب مردم، مردمی که از مراسمی چون عاشورا یک عمر خاطره دارند جداست. برای مثال یک آذربایجانی حتی اگر یک بار دسته های عزاداری شخصی و خسی شاه حسین وای حسین را دیده باشد که در صفهای طویل راهی کوچه و خیابان شده و نهایتا خود را به خیمه هایی به آتش کشیده شده رسانده و به سوگ واقعه می نشینند، نمی تواند فراموش کند. برای او عاشورا حالا هر اعتقادی داشته باشد، اصلا اعتقادی بدون نداشته باشد، دنیای خاطر است. و همچنین است برای یک ایلامی چاینه زنان، برای یک دسفولی حمله شیدونه و یا توخ برداری کاشانی ها، مراسم سوگ سیاوش و گلمالی خرم‌آبادی ها روز عاشورا، توغبندان شاهرودی ها، نخل برداری یزدی ها و تشت گردانی اردبیلی ها. تشت نماد مشک سقای کربلا و آب رود فرات است که به روی حسین و یارانش بسته شد. یک خوزستانی یا بوشهری اگر در گذشته با دسته های سینه زنی همراه بوده، نمیتواند یادمان های خودش را از نوحه های آهنگین بخشو و چلاب فراموش کند. چرا؟ چون انسان موجودی خاطر گراست. حساب مردم از حکام جور و مرتجعینی که بر ذهنیت عاطفی و مذهبی مردم ستم دیده سوار میشوند، بذر خرافات میکارند و به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی، زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آورند پیش، حساب مردم از این دسته جداست. گرچه شاهان و شیخان سوار بر اعتقادات مردم می شوند و به جوهر و مضمون مقولاتی چون نوروز و عاشورا لجن می پاشند، اما اشتیاق مردم این مرز و بوم به برگزاری این گونه آیین‌ها را نتوانسته و نمیتوانند تصاحب کنند. با اینکه داستان عاشورا با خرافه و افسانه آلوده شده، ولی هنوز در متن زندگی مردم و در عمق باورهای آنان جریان دارد. من همیشه فکر می‌کردم چه نیرویی سرنانواز بزرگ ایران استاد شاه میرزا مرادی را که حق بزرگی بر موسیقی فولکلوریک کشور ما دارد و صدای دلنواز سرنایش روح انسان را به سیاحت تاریخ میبرد، چه نیروی او را هر سال به شهر دسفول میکشید تا در دهه اول محرم و روز عاشورا ساز چمری چمریونه چپی بزند. ترانه مرگ پایان نیست. This is not the end. وقتی غمگین و تنهایی و در دورایی های ایستاده ای که نمی فهمیشون، یادت باشد که مرگ پایان زندگی نیست. وقتی همه رؤیاهایت ناپدید شدند و نمی دونی که چی شده، یادت باشد که مرگ پایان نیست، پایان نیست، پایان نیست. هانگری ان دانس نمبر 5، رقص مجارستانی شماره 5. خالق این رقص هانگری ان دانس یوهانس برامس، موسیقیدان بزرگ آلمانی است. رقص مجارستانی مجموعی از 21 آهنگ است و جزء زیباترین آثار برامس به شمار می آید. از جمله قطعات معروف اون شماره 5 از هانگری ان دانس نمبر 5.
من در آغاز و پایان ویدیوهای خودم از جمله تاریخ جهان از فیسبوک تا ماموت و میراث مکتوب نیاکان از این اثر زیبای برامس که در واقع شعر و رقص آهنگ هاست استفاده کردم. عشق و فداکاری خیشاوند همدیگرند. عشق فداکاری یک جانبه، داوطلبانه، تمام عیار و بیچشم داشت است. از اجبار و استثمار فاصله دارد و به جای خودخواهی و خودبینی همدلی و همدردی برمغان می آورد. عشق سینه مردمان را از کینه تهی می کند و به محبت می آمیزد. آنجا که او فرمان رواست، ادب هست و بی ادبی نیست. مهر هست و کین نیست. عشق پاک و زیباست و عاشقی کردن اساساً کاری خدایی است. اما هر عشقه و کنش و واکنشی عشق نیست. عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ، عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. عشق گسترش دایره وجود از خود به غیر خود و در واقع توسعه مرزهای وجود خود به موجودات دیگر است. عشق یک هنر است، باید اون را آموخ و اون را آفرید. آهنگی است که با نوازش سرانگشتان دو دست خیشاوند بایدش نواخ. عشق با جوشش خون و انقلاب غریزه و عارضه طبیعت و قضا خوردن یک گرسنه بسیار متفاوت است و صرفاً از هورمون‌ها خط نمی‌گیرد. عشق در درجه اول ارتباط با شخصی خاص نیست. یک رهیافت و نگرش است، یک خاطره است. ما مردم خود را نمی شناسیم. اگر می خواهیم کاری برای خودمون و این مردم کرده باشیم، راهی نداریم جز این که ببینیم اونها در دنج خود به چه می اندیشند. من ایمان دارم که ما مردم خود را نمی شناسیم و این مشکل بزرگ روشنفکری ماست. بهرام بیضایی. بیدم اشکانه بیدین چمدن جبانه کپوله کپوله زرخی لاله بی جلماره کپوله شوتی مارا بگو یار پس دار کپوله مرا بعد بدهی انسل بهار کپوله کپوله نکن میره بخان آباد من تیر زنم سا کبی بی بی دم سا کپوله نکن میره بخان آباد من تیر زنم سا. کاکوله یکی از قدیمی ترین آوازهای سنتی گیلانی. کاکوله نکن ناز مرو به خانه آواز. ببین بیدمشکان چقدر جوان هستن کاکوله. لبهای تو مانند سرخی گل لاله میمونه کاکوله. برو به مادرت بگو که یار خواستگار تو هست کاکوله. امسال بهار به من وعده داده بودی که با هم ازدواج کنی کاکوله. کاکوله نکن ناز برای من آواز بخون، من هم برای تو ساز میزنم کاکوله. چشمهای من اشکباره، دلم بیقراره و حالی ندارم کاکوله. دوری تو مرا کشته، بیا منتظر تو هستم کاکوله. قول و قرارت یادم میاد کاکوله،
اون سال بهار زیر درخت آلوچه سر خرمن به من گفتی تو رو دوست دارم. کاکوله بالای کلامان گالش ها وایسا تا من بیام. کاکوله نکن ناز، کاکوله نکن ناز، مرو بخوان آواز. گویش گیلکی بعد از کردی نزدیکترین گویش امروزی در ایران به زبان فارسی پهلوی است و ترانه هایی مثل ککوله یا گل پامچال، همیشه بهار گیلان، بوشو بوشو، رعنا، عزیز لاکوی، جینگ جینگ جان تا همیشه زیباست و امثال شاپور جفرودی، احمد آشورپور، ناصر مسعودی و بانو شمس در خاطره ها میمانند. موسیقی گیلان یکی از زیباترین موسیقی های محلی ایران است و کاکوله از ترانه های اصیل اون دیار. کاکوله در اصل نام یک پرنده است، اما به زبان گیلک شمال گیلان دختری است که موی سر در جلو به صورت کاکول دارد. با انتخاب ابوالحسن صبا توسط علی نقی وزیری به عنوان ریاست هنرستان صنایع ظریف رشت، موسیقی گیلان دگرگون شد. پس از آن مقام ها و قطعات گیلکی به ردیف موسیقی ایران پیوست و آوازهای دیلمان، حاجیانی، چوپانی، غم‌انگیز و قطعاتی مثل زرد ملیچه، رقص چوبی، کوهستانی و غیره به موسیقی ملی راه یافت. میرے بخانہ آواز من تیرے زنم ساز کبھی بھی